این هفته در واکنش به سفر رئیس جمهور چین به فرانسه، برخی از فعالان حقوق بشری و پناهجویان اویغور و تبتی مقیم فرانسه در پاریس تظاهرات کردند تا آنچه را که به گفته آنها نقض شدید حقوق بشر توسط دولت چین است را یادآور شوند. همکارم با نگاهی به سفر رئیس جمهور چین به فرانسه، واکنش هایی که متعاقب این سفر رخ داده را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه با هم می‌بینیم. شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، روز یکشنبه 16 اردیبهشت راهی پاریس شد تا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با رئیس جمهور فرانسه در مورد مبادلات اقتصادی و جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کند. این سفر واکنش منفی گروه‌های حقوق بشری و خشم جامعه تبتی‌ها و اویغوری‌های فرانسه را که در این کشور پناهنده شده‌اند در پی داشته است. به گفته جامعه اویغورهای فرانسه، استقبال امانوئل مکرون از شی جین پینگ به معنای آن است که پاریس مسئول اصلی جنایات در چین را تشویق می کند تا به نسل کشی اویغورها ادامه بدهد. کشورهای غربی از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده بیشتر نسل کشی ادامه دار اویغورها توسط دولت چین را محکوم کردند. به گفته نهادهای بین المللی و دولتهای غربی، دولت چین از سال 2017 پیش از 1 میلیون نفر از مسلمانان ترک تبار اویغور ساکن در منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و حقوق آنها را نقض می کند. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل که این هفته نیز گرد همایی هایی برگزار کردند، هر دو از مکرون خواستند که موضوع حقوق بشر را در گفتگوهای خود با شی جین پینگ مطرح کند. عفو بین الملل از پاریس خواست تا خواستار آزادی افرادی شود که به طور خودسرانه توسط چین بازداشت شدند و هشدار داد که پکن در تلاش برای ارعاب منتقدان خود در کشورهای دیگر از جمله فرانسه سابقه داشته است. یک سازمان غیر دولتی مستقر در اروپا که ناپدید شدن‌ها در چین را رصد می‌کند، به روزنامه لوموند گفت که از فعالان چینی مستقر در فرانسه شنیده شده که می‌گویند نهادهای امنیتی چین طی این هفته اقوام آنان در چین را احضار کردند تا آنها را از اخلال در طول مدت سفر شی جین پینگ در فرانسه باز دارند. دفتر مکرون اعلام کرد که مذاکرات بین رؤسای جمهور فرانسه و چین بر بحران‌های بین‌المللی و در درجه اول جنگ در اوکراین و وضعیت خاورمیانه، مسائل تجاری، همکاری‌های علمی، فرهنگی و ورزشی متمرکز خواهد بود. ساعتی پیش گفتگویی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او در رابطه با پیامدها و واکنش‌های صورت گرفته به سفر رئیس جمهور چین به فرانسه پرسیدم که با هم پاسخ ایشان را می‌بینیم و می‌شنویم. با سلام و درود، ممنونم از دعوتتون. با توجه به نکاتی که در بخش خبری اشاره فرمودید، طبیعتاً سفر رسمی رئیس جمهور چین به فرانسه با توجه به پیشینه تاریخی همکاری‌های نزدیکی که دو کشور در عرصه سیاسی، امنیتی، علمی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی دارند، این سفر واجد اهمیت زیادی هست. اون چیزی رو که در بخش خبری اشاره فرمودید مربوط به نقض حقوق اویغورها و مسلمانان اویغور و همچنین تبتی‌ها و تهدیداتی که دولت چین به خانواده‌های پناهجویان آورده و فشارهایی که در عرصه بین‌المللی روی کشور چین هست، به ویژه تلاش‌های مؤثر فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، ما باید اول به دقت نگاه کنیم ببینیم که آیا این سفر با چه ذهنیاتی و با چه اولویت‌هایی از هر دو طرف در واقع شکل گرفته. از نظر مقامات فرانسه، با توجه به وضعیت ناامنی که در اروپا در حال گسترش هست و تهدیداتی که روسیه با حمله به اوکراین به وجود آورده، وضعیت امنیت اروپا به شکل شکننده‌ای در حال نزول هست
و این نگرانی رو به وجود آورده که این تنش نظامی بین روسیه و اوکراین میتونه بر کل اروپا تسری پیدا بکنه. اینجاست که ما میتونیم اولویت های مقامات فرانسه رو در موارد زیر برای این سفر رئیس جمهور چین به زعم من قابل پیشبینی بدونیم. یکی بروز نگرانی های حادی که مقامات فرانسه برای گسترش تنش در تنش نظامی در اروپا دارن و تهدیدات روسیه هست. من فکر میکنم بخشی از این مذاکرات در رابطه با گفتگو برای ایجاد شرایطی که بتونه ثبات و امنیت رو در اروپا با حضور و مداخله واسطه‌گری چینی ها در مذاکره با روسا بتونه به ارمغان بیاره و چینی ها بر این باور هستن که بعد در برخی از معادلات مؤثر در نظام بین الملل میتونن نقش آفرین باشن، کمان که در معادلات خاورمیانه هم به همین شکله. اولویت دومی که به گمان من فرانسوی ها تو ذهنشون هست استفاده از ظرفیت چین به ویژه ظرفیت اقتصادی چین برای تحت فشار گذاشتن روسا به قطع جنگ با اوکراین و حرکت به سمت روند ایجاد صلح در بین دو کشور و پایان این مخاصمه. در این بخش هم طبیعتاً برنامه‌ریزی هایی قطعاً شده و فرانسه دیپلماسی خودش رو بر این مبنا قرار میده که روسیه رو از طریق چینی ها تحت فشار بذاره. دلیل این سیاست میتونه نتیجه این باشه که فرانسه پیشرو در ارائه پیشنهادی بود به اعضای ناتو که کشورهای سازمان آتلانتیک شمالی یا ناتو میتونن به طور مستقیم نیروی نظامی وارد اوکراین بکنن برای جنگ با روسیه. خب طبیعتاً نشون میده این سیاست جواب نگرفته و فرانسه رو آورده به روشمندی دیپلماتیک که بتونه از طریق چینی ها فشارهایی رو روی روس ها ایجاد بکنه، چون همکاری های بسیار نزدیکی بین روس ها و چینی ها در بخش اقتصادی و به ویژه نظامی وجود داره. مطلب سوم برمیگرده به نوع همکاری هایی که بین دو کشور به صورت دو جانبه هست، چه در بخش اقتصادی چه در بخش سیاسی و موضوعات علمی، فرهنگی و ورزشی حتی. ولی از اونها که بگذریم، در بخش اقتصادی هم فرانسه و هم چین حوزه منافع اقتصادی خودشون رو فراتر از یک حوزه روابط دو جانبه تعریف کردن. هر کدوم صاحب پتانسیل های بسیار قدرتمندی در مناطقی هستن که به لحاظ اقتصادی براشون اهمیت داره. به عنوان نمونه آفریقا و کشورهای آفریقایی که اغلب در طی در واقع قرن گذشته یا چندین سال پیش روسا در واقع مستعمره فرانسوی ها بودن، میشه در این رابطه گفت که فرانسه تلاش میکنه که حوزه منافع خودش رو با چینی ها به گونه ای تعریف بکنه که بتونه در این رابطه این همکاری ها رو نزدیکتر بکنه و بر اون اساس این رابطه بتونه کمک کننده باشه برای هر دو طرف. اون چیزی رو که من میتونم اینجا مورد اشاره قرار بدم در رابطه با مسئله فشارهایی هستش که نظام بین الملل و به ویژه سازمانهای حقوق بشری روی فرانسه میتونن داشته باشن. اگر مقامات فرانسه نسبت به مسئله اویغورها بی تفاوت باشن و حاضر به طرح مبحث و طرح موضوع به مقامات چینی‌ها برای قطع این بی‌عدالتی‌ها و هشدار مردم اویغور نداشته باشند. اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً دولت فرانسه تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت و میتونه موجب افزایش انتقادها و اعتراضات در صحنه بین‌المللی علیه فرانسه باشه و این نکته به نظر من خیلی مؤثر هست که ما بتونیم در این رابطه رصد بکنیم و ببینیم که حاصل این سفر آیا به سود مردم اویغور خواهد بود یا نه. خیلی متشکرم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که توضیحات لازم را در این زمینه ارائه نمودند.